سال 94 سال موشکافی عمق شکافای عظماست. عید 94 بر همه مبارک. سلام دوستان، اول این تیکه از حرفای علی گدا رو گوش کنید تا بعد بپردازیم به موشکافی امشب. شورای امنیت سازمان ملل دارای ساختار و سازوکاری غیر منطقی، ناعادلانه و کاملا غیر دموکراتیک است. این یک دیکتاتوری آشکار و یک وضعیت کهنه و منسوخ و تاریخ مصرف گذشته است. این افاضات عظما مال 2 سال پیش بود. اون موقع هنوز وضع عظما به اندازه امروز پتال نشده بود. حالا ببینید تو این اوضاع و احوال آشفته سگ و سیله های همین ولی فقیه چجوری دست به دامن سازمان ملل شدن. باید سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل را که ادعا دارند با حق وتو می توانند دنیا را اداره کنند زیر سوال برد، چرا که نه تنها نسبت به موضوع تجاوز عربستان به یمن حساس نیستند، بلکه خود تشویق کننده برای تجاوز عربستان و چند کشور دیگر به یمن به شمار می روند. چی شد؟ تا دیروز که ولی فقیهتون میگفت سازمان ملل غیر دموکراتیکه، تاریخ مصرف گذشته است، حالا چرا افتادید دنبال وتوی همین سازمان ملل؟ ظاهرا دوران پشت زین تموم شده و حالا نوبت زین به پشته. آخوند سالک، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ارتجا: اگر حرکتی از ناحیه ایران شکل می گرفت، تمام سازمان ملل و دنیا بسیج می شدند. اما امروز شاهد کشتار علیه یمن و شیعیان این کشور هستیم. اما وجدان مرده ها در سازمان ملل نفسشان بند آمده است. اوه، عجب جوشی می زنه یکی. می بینید آخوندهای تروریست چجوری یه شب اهل حقوق بین الملل و وجدان این حرفا شدن؟ علتش سنبه پرزور ائتلاف عربیه. علتش اینه که این یکی طوفان اون چنان زوری داره که همه رو کشونده دنبال خودش. انا ارى انه عاصفه الحزم يعني هي عنوانها اكبر من انها يكون عنوان لمعركه. انا ارى انها هي عنوان لمرحله جديده في العمل العربي المشترك. احنا دائما ما نشهد انه يعني هناك دائما اللي يكون هناك توافق سياسي ومن ثم يتبعه اليات منها العمل العسكري المشترك، ولكن هنا بدانا من العمل العربي المشترك باتجاه الحل السياسي. هذا يعطينا دلاله لانقاذ الشرعيه في اليمن. اعتقد انها بدايه صحيحه جدا وبدايه موفقه تدينا مؤشرات انه ممكن ان يكون هناك في مرحله جديده من العمل العربي المشترك. اها قول قفتي اونجا که پای عمل وسط میاد ولی فقیه عملی کپ میکنه و انان از کف میده. الانم دردش همینه که میبینه یکی طوفان با باقی طوفان ها فرق میکنه. هر کار میکنه نمیتونه سوار این طوفان بشه. واسه خاطر همین هم است که اینطور به جلز و بلز افتادن. طوفانی که شروعش این باشه ببینید آخرش چی میشه. سال 94 سال موشکافی عمق شکافای عظماست. عید 94 بر همه مبارک.